میثم درویشانپور. من گندم از اولم همین اندازه بودم، یعنی شما ده دوازده سالگی منم ببینید سایزم همین بود. به خاطر همین خانواده من خیلی اصرار داشتن من یه ورزشی رو حتما به صورت حرفه‌ای ادامه بدم. بابام منو میگه تو با لنگای درازت فقط باید بری تکواندو. گفتیم بریم تکواندو، رفتم ثبت نام کردم. جلسه اول 2 ساعت ما رو دور سالن فقط چرخون، تموم که شد خیلی خوب خسته نباشید برید لباس بشوید، میثم و تاها بمونید کارتون دارم. من و تاها تازه واردا بودیم، اومدیم گفت سوتو که زدم دیوارو شروع کنید، هول دادم هول میدید تا سوت دوم بزنم. دروت ما شروع کردیم دیوارو هول دادم، دیوارو هول بده هول بده هول بده. خیلی خوب خوش شما خیلی عالی بودید، دفعه بعد فردا که خواستید بیاید کمربند زرد می‌بندید میاد. دوستان تمش کنم اگه تکواندو اینه خیلی عالی داشت میرفت اینجا کرده یه دقیقه واسه سوت زدم سه تا بشین پاشو دوت یک دو سه. گفت شما عالی سبز ببندید فرد گفتم پسر این اون ورزشیه که من میخوام عالی. حساب سرانگشتی کردم گفتم آخر هفته من مشکیو گرفتم. چرا ماه پیش نیومدم؟ من ماه پیش ثبت نام کرده بودم، الان المپیک ثبت نام کرده بودم، رفته بودم المپیک. خیلی عالیه. رفتم بیرون دیگه اینجوری راه میرفتم، یعنی منتظر بودم یکی یه حرکتی انجام بده من درگیری ایجاد کنم. مثلا یارو از کنارم رد میشد گفت هفچه کنم یارو ترشم آقا چشته. صبح برگشتم اومدم باشگاه با انرژی، از در باشگاه اومدم برم تو، مربی دم در واسطه بود گفت آفرین چقدر سر تایم اومدید، سبز و واکن آبیو ببندید بیا تو. گفتم بابا من بعد از ظهر مشکیو گرفتم، اومدیم تو رو بشین. اومدم تو نگاه کردم شلوغ فلوغ، دو تا دوشک گذاشتن تو اوزان مختلف دارن مبارزه میکنن، مسابقه است مثل اینکه مربیان نشسته بودن، داوران نشسته بودن، بلنگو فلان. گفت بشین. ما نشستیم گفت هیچ کاری نکنید، من میگم چیکار. اینا مبارزه کردن و اینا همجوری اومدن با ما نگاه میکردن، رسید به کمربند آبی، یه دفعه بلنگو اعلام کرد میثم درویشانپور دوشک بی. من باید مسابقه بدم مگه؟ گفت برو برو نگران نباش من باهاتم. یه دفعه چش وا کردم وسط دوشک واسادم، حریف چغره بدبدن روبرون، داورم سوتو زد. من به هنوز داشتم میگم داور سوتو زد، پارو بلند کرد شهر کجا تو صورت آقا داره میزنه. گفت گارد تو به من، گارد تو به من، رقص پا. من شروع کردم رقص پا، پارو بلند کرد دوست دم. آقا اگه اینی که این داره بازی میکنه تکواندو، من دارم لیلی بازی میکنم قربونت. زد یکی لاسه که اونم فهمیده بود من بلد نیستم، فقط صورت میزد، یه دوتا پک و پهلو هم نمیزد، کلم شده بود اندازه هندونه. اومدم کنار دیدم تاها اینجوری نگاه میکنه ها، منتظر بود خودش هم براش این اتفاق بیفته. تاها هم رفت کتکه رو خورد اومد بیرون، من اومدم گفتم مسخره کرد ما رو، به قرآن فردا ببینیم از چه دهنم در بیاد بشه. کتک خورشم مگه من؟ صبح با توپ پر اومدم باشگاه بهش بگم من نمیخوام. از در باشم گفت آفرین شما دوتا عالی بودید، دیروز درسته بازی رو باختید ولی ببخشید، درسته بازی رو باختید ولی اخلاق رو نباختید. این کاپ اخلاق مال تو، این کاپ اخلاق هم مال تو، چیزی از ارزش های شما کم برای بابا ارزشی ارزش دیگم چیکار من زکردن کردم اصلا داغون اومدم میشه با داداشم چی اینجوری کردم. بابا رفتم باشگاه اینجوری شد اینجوری شد. گفت رفتی باشگاه سر کوچه ایه؟ گفتم آره. گفت ببین اصلا دیارو مربی تکواندو نیست، خیلی به رقص پا اهمیت میداد. نه گفتم این فقط به من گفت رقص پا کن. گفت تو اصلا ورزش رزمی به دردت نمیخوره که، بیا بریم خودم یه ورزش ملو آروم مثلا شنا شیرجه رو بهت یاد میدم. ما رفتیم استخر رو، از در استخر برو شدیم آه چقدر شلوغه، جای سوزن انداختن، هر کی دمه در اومده بود به زور بلیط داده بودن افتادن برو شد. اومدیم تو گفتم خیلی شلوغه، یعنی یارو با 180 کیلو وزن یه خروار سیویل بادی بیلدینگ ها دو تا تیوب اردکی کرده بود تو دستش اومده بود تو کم اون قصد آب تا اینجا اصلا بینه رد نده. گفت اینجا نمیشه تمرین کرد. گفت کم اون چیه بیا بریم بهت یاد بدم. رفتیم مستقیم رفت رو دایف. گفت من دایف نمیتونم. گفت آقا من اینجا با سنم کاری نداری که میری جلو میگی یک دو پری تو اومد بالا گفت حالا تو من پشت داستم بزن. من اولین بار گفتم یک شهر میسید خب پسی که الان با صورت رفتم تو آب. اومدم به زور بالا گفتم چرا میزنی؟ ببین ترست ریخ، هم شنا یاد گرفتی هم شیرجه یاد گرفتی هم دایف، همین زیاد اعتقاد به آموزش گام به گام نداشت.
سه چهار تا که پریدم دیگه دل و جرأت پیدا کردم، یاد گرفته بودم. از عقب میدویدم میزدم دایوه، میگفت پر من کشو پریدم اینجا، دوباره میزدم میگفت پر من کشو. اومدم بالا داشت حال میداد، دیدم داشتم واسه اینجوری میگم چیکارش داری میری از این دایوه بلنده بپری؟ منم جوگیر گفتم اوه چیزی نیست که، گفت نه میری بالا، گفتم آره. من تو میترسی؟ نه فقط تو بری بالا، این دایوه اینجاست 2 متره، ولی یه قد خودت هم اضافه میشه بهش، تو هم کف استخر رو میبینی، یه 3 متر اونجا میگرخی، تو از همون عقب بود و بزن به پر نبینی. گفتم اوکی، رفتم بالا پله ها رو، اول این خیلی بالاست، اینجا بود چون همه شهر رو دارم، استخر کوچیک شد، آدم ها کوچیک، غریب نجات ها نقطه های قرمز وسط مردم بود. گفت قدته تو کف استخر مهمی، بودو دویدم قدم دوم رو دایف، فهمیدم چه بلایی سر آمد. دایف در حالت کاملا حرفه‌ای بود، فنری ترین حالت ممکن. تو قدم دومی گفتم دیدم تعادلم داره به هم میخوره، زدم لب دایف، دستم این بودیم طبق روال اون میگه برر من به پنج شد. دایف گفت من میخواستم اینجا فروت بیا سرگاه اون روال اینجوری شدم. اما بخشی که قرار بود من برم توش رد شد، رفت بنده تو هوا داشتم میرفتم، آدم ها زیرم شنا میکردم میرفتم میامنم، من همینجور داشتم میرفتم، یه ها قریق نجات دارم که یه چی تو هوا داره اینقدر پرواز رو گفتم من آقا بادی بیلدینگیه، نگاه کردی یه چی داره میاد تو صورتش، تیز میرفت کنار من نخواه. پایین پا اومد با دست نزدی دخ ندارم، سرم رفت پایین پا اومد بالا، با کمر خوردم تو آب، آب مثل معجزه وا شد، من رفتم تو بسته شد دیگه نیومدم بالا. منتظری خفه شدم دست رو